بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محسنين مجرمي ومحسنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق وجائب جلسة ششم هست. در مورد انواع عقود بحث کرده بودیم و به ادامه آن انواع عقود در جلسه ششم خود در مورد عقود رایگان و عقود غیر رایگان یا عقود معوض و عقود غیر معوض بحث میکنیم. معمولا عقود رایگان به نام عقود غیر معوض، یعنی که عوض ندارن، بدون عوض هستن، یا عقود تبرع هم یاد شدن و عبارت است. عقود رایگان عبارت است از عقدی است که در یکی از طرف از طرفین مفاد بدون عوض را به جانب دیگر عاید می سازد، مثل عقد هبه هست، قرض حسنه هست و عقد عاریت و عقود و غیره که جانب یک جانب برای جانب دیگری مفاد بدون عوض را عاید می سازند. عقد غیر رایگان که آن را عقد معوض هم گفته می توانیم، که یعنی عوض دارند، عبارت از عقدی است که در آن یکی از طرفین از جانب مقابل چیزی را حاصل میکند در مقابل چیزی، مانند عقد خرید و عقد فروش، خرید و فروش و عقد کرایه، عقد اجاره، عقد رهن و همچنان مانند این عقود. به صورت عموم هر عقد رایگان در عین حال عقد یک جانبه هست و هر عقد غیر رایگان در عین زمان عقد دو جانبه هم است. یک نکته را باید متوجه باشیم که با وجودی که عقد رایگان و عقد غیر رایگان را گفتیم که در عین زمان یک جانبه و دو جانبه هست، باید ای هر دو را، ای هر دو تصنیف بندی را یکی فکر نکنیم. با وجود این که عقد رایگان گفتیم معمولا یک عقد یک جانبه می باشد و عقد غیر رایگان دو جانبه می باشد، نباید این دو تصنیف را یکی فکر بکنیم، بلکه گاه گاه یک عقد رایگان یک جانبه نمی باشد، بلکه بعضا دو جانبه می باشد، مانند هبه و عاریت هست. در هبه و عاریت ولو که ببینیم که یک جانب بر جانب دیگری مفاد رعایت می کند، جانب دیگری هم چنان مفاد و مفاد را حاصل می کند. به همین ترتیب هر عقد غیر رایگان را گفتیم که عقد دو جانبه می باشد، لیکن ولی گاگا عقد دو جانبه حتما غیر رایگان نمی باشد، بلکه بعضا امکان دارد که رایگان باشد، مانند عقد عاریت گفتیم که عقد عاریت دو جانبه هست ولی غیر رایگان نیست بلکه رایگان هست. و مثلا عقد قرض حسنه که انشالله در این مورد انشالله که بحث همیشه که پیش بریم که ادامه درس است. و عقود رایگان و عقود غیر رایگان را که عقود معوض و غیر معوض گفتیم که عمده ترین مفادی تصنیف بندی در این هست که از چند نگاه باید ما بحث بکنیم. اول از نگاه شخصیت جانب مقابل، که معمولا در عقود رایگان شخصیت جانب مقابل یعنی منعقد کننده در نظر گرفته می شود، در حالی که در عقود غیر رایگان به صورت عموم شخصیت جانب مقابل اصلا در نظر گرفته نمی شود. یعنی به این مفهوم که یک عقدی که ما با یک شخصی که انجام بدیم جانب مقابل در نظر میگیریم که او شخص اهلیت عقد را دارد ندارد و یا ای به شکلی دیگه. بنابراین آن در عقد و عقود رایگان اشتباه و خطایی که صورت بگیرد در شخص موجبات فسخ عقد می شود، و که در حال این موضوع در مورد عقود غیر رایگان صدق نمی کند. در عقود غیر رایگان شخص جانب مقابل در نظر گرفته نمی شود، در عقود رایگان در نظر گرفته می شود. البته اشتباه و خطا را بعدا بحث خواهد که خواهیم کرد و محسن در مورد اشتباه و خطا و عیوبی که رضایت را از بین می برد و عیوبی که یا اهلیت را از بین می برد و به مشکل او را باز در درسای بعدی توضیحاتی خواهیم داد. دوم عمده ترین مفادش که از نگاهی اهلیت جانب مقابل هست که مثلا ولی یا وصی یک طفل می تواند منام و حساب طفل مذکور به ارتباط اموال درائیه که
وقود غیر رایگان را منعقد نماید، اما برعکس ولی و یا وصی حق ندارد که در مورد اموال و دارایی طفل وقود رایگان را که طبعا به ضرر طفل می باشد منعقد نماید و به می شکل اموال و دارایی او را به کسی هبه نماید و یا طور عاریت بدهد. اما به هر حال ولی و یا وصی می تواند وقود رایگان را که به نفع طفل باشد منعقد نماید، در صورتی که به نفع طفل کسی هبه بدهد و یا قرض بدهد و یا مفاد بدون عوض بدهد، در این صورت عقد را ولی وصی می تواند منعقد بسازد. به ادامه درس ششم ما محصلین عزیز در مورد عمدترین مفادی گفتیم که از وقود رایگان و غیره از نگاه مسئولیت هست که مسئولیت بر کی برمیگردد؟ هرگاه در عقد وقود رایگان منازعه و مناقشه صورت بگیرد و اختلاف واقع شود، محکمه حتی الامکان کوشش میکند که مسئولیت آن طرفی که عقد را آن طرف عقد و قراردادی که به طور مجانی و بلا عوض مثلا به طرف دیگری مفاد رعایت یافته است بسیار سبکتر و نرمتر و تعیین کند و مسئولیت او را شدیدتر در نظر نگیرد، زیرا که این دور از پرانسیب های عدالت هم هست که یک شخص با وجود این که مفاد بدون عوض را بر شخص دیگری عاید ساخته هست و شدیدن مسئول شناخته شود و یا به او شدت صورت بگیرد و در این لحاظ گفتیم که خلاف عدالت هم هست. در حالی که در وقود غیر رایگان اصلا طرفین از جانب یک دیگر مفاد را حاصل میکنند، موضوع عاید ساختن یک منفعت بلا عوض در آن وجود ندارد، بس بنان موضوع تمایل محکمه به خفت مسئولیت مدنی و یا شدتش اصلا مطرح نیست و شدم نمیتواند، بلکه مسئولیت هر کدام از آنها کاملا به شکل عادی مطابق دستور قانون تثبیت میگردد. و به ادامه درس مهمترین مفاد گفتیم که از چهارم از نگاه حقوق میراث همچنان میگیم که در وقود رایگان و وقود رایگان از لحاظ حقوق میراث هم تفاوت هایی وجود دارد که این مفادش این هست که برای اینکه حقوق بعدی اخلاف آنچه که بعد از خلف گفته میتونیم در اموال و دارایی های اسلاف و انسلاف یا اسلاف گذشتگان هست، اخلاف کسایی که بعدا میاد، یعنی برای اینکه حقوق بعدی اخلاف و در اموال و دارایی اسلاف خود حمایت شده باشد باید بگیم یعنی اخلاف در دارایی اموال اسلاف خود که گذشتگان هست که کسی که فوت میکند مورث و وارثین وارثین اخلاف هستند و مورث میتونیم بگیم اسلاف هستند به اساس دستور حقوق که میراث میتونیم که سفلا آن که در پایینی که قرار دارن که قسمت زیادی از اموال و دارایی خود را به اساس وقود رایگان از مملکت خیش خارج سازند مورد اعتراض بازماندگان قرار گرفته میتوانند، یعنی به این معنا که اگر در صورتی که اسلافی که قسمتی از دارایی های خیش را به اساس وقود رایگان از مملکت خود خارج بکنند، در این صورت مورد مؤاخذه بازماندگان همه و وارثین قرار گرفته می توانند. البته این موضوع در وقود غیر رایگان اصلا مطرح نیست، چون در یک طرف از دست دادن منفعت مفادی را حاصل می کند که در اینجا مسئله وقود غیر رایگان مطرح نیست، در وقود غیر رایگان نمیتوانند چون از یک طرف اونها چیزی را به دست آوردند. در اخیر این بحث موضوع را نیز باید به خاطر سپرده که داخل تصنیف وقود بر رایگان و غیر رایگان یک تصنیف فرعی دیگری هم وجود دارد که تمام وقود غیر رایگان یا میتونیم بگیم که وقود غیر رایگان به نوبه خود به دو دسته تقسیم شده است، وقود غیر رایگان یقینی و وقود غیر رایگان احتمالی که این هم تصنیف بندی وقود غیر رایگان یقینی و احتمالی هست. بحث میکنیم که عقد غیر رایگان یقینی چی هست؟ عبارت از همان عقدی هست که در آن هر کدام از طرفین در حین انعقاد عقد و
خوبی میداند که چی چیزی را در عوض آنچه که پرداخته است به دست می آورد. مانند عقد خرید و فروش است. در عقد خرید و فروش هر دو جانب یقین کامل دارند چیزی را که از دست می دهند چیزی دیگری را به دست می آورند. پس در این صورت ما گفته می دانیم که در عقود غیر رایگان یقینی که در خرید و فروش هست جانب هر دو جانب می داند که چی چیزی را به دست می آرند. در عقود غیر رایگان احتمالی آن عقودی هست که با وجودی که اساس رایگان نمی باشد، اساسا رایگان نیست، ولی اما با آن هم میگیم که از طرفین این انعقاد عقد راجع به این که چی آیا از جانب مقابل به عوض را به دست خواهد آورد یا نه خواهد آورد و یا این که این عوض به کدام اندازه و مقدار خواهد بود، نمی تواند معلومات و آگاهی دقیق داشته باشد، بلکه این موضوع معمولا به تصادف و احتمال گذاشته می شود. مانند عقد بیمه، مثلا در عقد بیمه یک جانب نمی داند که چی چیزی را دست خواهد آورد. مثلا در عقد راتب العمری هست که آیا واقعا امی شخصی که از راتب العمری خود پرداخته هست تقاعد چیزی را به دست خواهد آورد و یا ای که اصلا به دست نخواهد آورد. مثلا فروش خانه به شرط این که تا مدام زندگی وی یک مقدار پول به وی اعطا نماید. همچنان یک نوعی از قانونی قراردادی هست که خود غیر رایگان احتمالی هست. مفاد تصنیف بندی فرعی از نگاه غبن می باشد. موجودیت غبن در یک عقد طوری که بعدا هم مفصلا بحث خواهیم کرد فسخ عقد را به بار می آورد. مثلا زمانی که در یک معامله و در یک خرید و فروش و یا در یک عقد از قرارداد غبن صورت گرفته باشد، در این صورت گفته می تانیم که فسخ قرارداد را به بار آورده می تواند. همچنان جبران خساره را مطرح شده می تواند و رجوع به محکمه صورت گرفته می تواند. به می شکل اساس ماده 571 قانون مدنی هرگاه در یک عقد تفاوت بین قیمت اصلی و قیمتی که شی به آن به فروش رسیده به 15% بالغ گردد، یعنی غبن در عقد موجود بوده و شخص متضرر می تواند فسخ عقد را مطالبه نماید، یعنی در به اساس ماده قانون گفتیم که در صورتی که یک جنس به اصل قیمت فروش او 100 افغانی باشد و یک شخص را به 115 افغانی بفروشد، پس در این صورت 15% گفتم که ای از لحاظ اینجا غبن محسوب می شود و در شخص جانب مقابل حق می دهد که جو عقد را فسخ بکند. و با گفتم که بعد از نظر داشت توجیهات فوق موضوع غبن تنها در عقود غیر رایگان یقینی در نظر گرفته می شود. ببینیم در عقود غیر رایگان یقینی در نظر گرفته می شود، اما در عقود غیر رایگان احتمالی اصلا واجبه به طرف مقابل وجود ندارد و قرارداد معین و مشخص نیست، پس موضوع قبل اصلا مطرح شده نمیتواند. محصلین و محصلات عزیز، یک نوعی عقود دیگر هم داریم که با عقود آنی و عقود متمادی بحث میکنیم. میگیم که عقود آنی و یک نوعی از انواع عقود هست که عقود آنی هست و عقود متمادی هست. عقود آنی بالفور را میگوید و فوری را میگوییم و عقود متمادی مستمر را میگوییم. ببینیم که عقود آنی عبارت است از همان نوع عقد و قراردادی هست که در آنها ایفای وجایب طرفین به صورت فوری و یک بار به صورت میگیرد. مانند عقد خرید و فروش هست که به صورت نقد از یک طرف پول می دهد، از طرف دیگر جنس را تسلیم می شود. به این شکل عقود متمادی هم یا مستمر برعکس عقود آنی هستند که در آنها وجایب جانبین یا وجیبه یکی از آنها به طور فوری ادا نمی گردد، بلکه به شکل متمادی در فواصل زمانی معین صورت می گردد. مانند عقد کرایه، کرایه خانه گفتیم، و عقد فروش به طور قرض هست و یا به طور اقساط که از مثال های عقود متمادی مستمر محسوب می شود. و یا عقد قرارداد اعمار یک خانه، به این شکل قراردادهای متعددی هم هست. مفاد تصنیف بندی عقود آنی و متمادی به قراراتی هست گفتیم، اول از نگاه تأثیر فسخ و بطلان هست
که در عقود یعنی فسخ و بطلان دارای تاثیرات رجعی بوده، بدین معنی که تاثیرات آن نه تنها متوجه حال و آینده می باشد بلکه به گذشته نیز سرایت می کند، به این معنی که اصلا عقدی صورت نگرفته بوده است، یعنی به این معنی که رجعی، تاثیرات رجعی به این معنی که نه تنها که به حال و آینده بلکه به گذشته همچنان تعلق می گیرد، یعنی که اصلا عقد از روز اول تا آخر منحل شده تلقی می گردد و طرفی که به حالت اصلی قبل از عقد برمی گردد، مثل که عقد خرید و فروش هست که در فرض پرز بکنیم که اصلا عقدی صورت نگرفته است. در عقود آنی گفتیم که دارای در فسخ و بطلان دارای تاثیرات چی هست؟ تاثیرات رجعی هست، به این معنی نه تنها که به حال و آینده بلکه به گذشته هم رجعت میکند و سرایت میکند. اما در عقود متمادی تاثیرات فسخ و بطلان به شکل رجعی نیست بلکه تنها حال و آینده را در بر میگیرد. مثلا در عقد کرایه، در عقد کرایه گفتیم که تاثیرات بطلان و فسخ به گذشته اصلا سرایت نمیکند. به می شکل عقود آنی را گفتیم که از نگاه تغییرات ارزش پولی و سطح عموم قیم همچنان میتونیم مفاد ای آنی و متمادی را هم درک کنیم. در عقود متمادی چون گفتیم وجایب به صورت فوری اجرا نگردیده بلکه بعد از گذشت یک مدت زمان ایفا میگردد، بنابراین بر آن امکان دارد که در این عقود ایفای وجیبه توسط بحرانات اقتصادی ارزش پول را بالا و سطح قیام متاثر کرده باشد و مفاد و یا ضرری را به ایفا کنندگان چی کند متوجه سازد. که ای البته امروز برای رفع این نقصه می توانیم بگویم که در قراردادها معمولا عقود متمادی به شکل متحول چی می شود؟ منعقد می گردن، یعنی هرگاه ارزش های نوسانات پولی تغییراتی که در پول وارد می شود در قرارداد نیز تغییراتی وارد می شود، بدین معنی که با تغییر اوضاع اقتصادی و ارزش پولی وجه این عقود مانند قیمت کرایه گفتیم این چی می شود؟ تغییر پیدا می کند، متغیر می باشد. مثلا فرض بکنیم یک قراردادی که دولت با یک شخص می کند که با او به وسایل نقلیه وی پترول و یا دیزل و یا مواد دیگری که قیمت آن متغیر می باشد قرارداد می کند. در این صورت یعنی قرارداد همچنان به شکل متحول هست و هرگاه قیمت بالا و پایین برود در این صورت می تواند جانب مقابل همچنان قرارداد را به مو شکل در انجام بدهد. در عقود آنی چون وجایب به صورت فوری هست و یک بار هست و یک زمان است ایفا می شود و به تغییرات و وضع پولی در آن اصلا چیزی امکان نیست و این کدام نوع پرابلم و معضله رخ نمی دهد، بلکه خاطر نشان نمودنی که عقود متمادی نیز به دو دسته باید بگیم که فرعی عقود متمادی هم به دو دسته تقسیم می شود که عقودی که دارای مدت معین است و عقودی که دارای مدت غیر معین است. اینه همچنان گفتیم که در عقود متمادی و یا مستمر ما همچنان به یک نوع دیگه هم تقسیم بندی می شود که عقود دارای مدت معین هست، عقود متمادی یا مستمری که دارای مدت معین هست و یا عقودی که دارای مدت غیر معین هست. دارایی که عقود دارای مدت معین یعنی یک عقد در یک زمان مدت معین را درج شده است و یا اینکه این مدت زمان معین نبوده است و آزاد گذاشته شده است. مفاد این تصنیف بندی فرعی نیز از نگاه موضوع فسخ است که عقود متمادی دارای مدت معین را نمیتواند قبل از انقضای مدت مذکور فسخ نمود، یعنی در عقودی که مدتش تعیین بوده باشد و عقود متمادی هم و مستمر بوده باشد ما نمیتوانیم آن را فسخ بکنیم، در حالی که عقود متمادی دارای مدت غیر معین هر زمان نظر به اراده هر یکی از طرفین فسخ شده میتواند. اینم مفاد این تقسیم بندی هست. عقود یک نوع دیگری از عقود داریم که به نام عقود نتیجوی و عقود وسیلوی گفته می شود. عقود نتیجوی عقدی هست که در آنها گفتیم مدیون در ایفای وجیبه خود بر
آورده شدن یک هدف نهایی را تعهد می کند، مانند ترسیم تابلو که یک شخص از یک شخص دیگر می خواهد که با او تابلوی ترسیم کند، یا اعمار خانه بسازد، یا ساختن میز و غیره. در عقود وسیلوی برعکس عقود نتیجوی گفته می توانیم که مدیون بر آورده شدن یک هدف نهایی را به عهده نگرفته است، بلکه متعهد نمی گردد که برای برآورده شدن هدف مذکور تمام ولی هم تمام وسایل ممکنه را به خرج خواهد داد که یک بحیث وسیله به کار می رود. مانند عقد وکالت هست و دفاع، عقد وکالت دفاع هست و عقد طبیب هست با مریض و یا مریضدار راجع به معالجه و تداوی مریض و غیره عقد را انجام می داد. چون این عقد عقود وسیلوی هند و نه عقود نتیجوی، و به چنین مفادی عقود به عقود نتیجوی و وسیلوی مفاد این تقسیم بندی در این هست که از نگاه موضوع ثبوت و مشاهده نموده می توانیم که بدین معنا که اگر در عقود نتیجوی برای ثبوت بدوشی که هست مدیون هست ندائن، یعنی در عقودی که نتیجه را به دست میگیریم ثبوت به دوش مدیون است نه داین، یعنی هرگاه در یک عقد نتیجوی هدف و نتیجه نهایی به دست نیامد داین میتواند در مورد تنها ورقه مطالبه جبران خلاص را چک کند به محکمه تقدیم کند و ضرر نسبتی که به در آن تقصیر مدیون خویش را در ایفای واجبهش ثابت نماید. و این ضرور نیست که بگویم تقصیر مدیون خویش را چه کند در اینجا بگوید که ای تقصیر کرده است، بلکه او صرف مطالبه می کند که ای واجبه خود را تکمیل نکرده است، بلکه مدیون می تواند اگر خواسته باشد، مدیون می تواند دائن نه، مدیون می تواند که ثابت بکند که عدم موجود تقصیر خود را در زمینه باید ثابت بکند و بگوید که در این حالت من مقصر نیستم که نتوانستم در میعاد معین یه قرارداد را تکمیل بکنم. در عقود وسیلوی اصلا موضوع به کلی به شکل معکوس هست که بار ثبوت برای کی هست؟ بار ثبوت برای داین هست نه مدیون. در اینجا بار ثبوت بر داین بوده نه مدیون. گفتیم که مثلا در یک عقدی که بین طبیب و مریض و یا مریضدار منعقد گردیده هست، در این صورت نتیجه و غایه نهایی که برات صحت یابی مریض می باشد به دست نیاید، مریض و یا مریضدار تنها او می تواند که تقدیم ورقه مطالبه جبران خساره کند، برخلاف که عقود نتیجوی برعکس او میتان مبنی بری که سرهنگاری کرده هست، بی‌اعتنایی و غفلت نموده هست، یا مثلا و طبیب ثابت بکند، تقصیر طبیب را ثابت بکند و در ایفای وجیبش را نیز ثابت نماید. و همچنان طبیب میتواند که از خود در این حالت دفاع بکند و رفع تهمت نماید. و یک نوع دیگری از عقود را ما میگیم که عقود ترازی، عقود شکلی و عقود عینی هست. عقود ترازی که از رضایت گرفته شده است، عقود شکلی از شکلیات و عقود عینی از عین یک شی. که عقود ترازی عبارت از عقدی است که مجرد تلقی توافق اراده ها و رضایت جانبین عقد منعقد شده تلقی میگردد و کدام شکلیات و تشریفات خاصی را ضرورت ندارد. مانند عقد خرید و فروش یا عقد ترازی هست، در این هم رضایت میکنند و عقد صورت میگیرد و مشکلی هم در اینجا مطرح نیست. عقود شکلی آن عقودی هست که با نه تنها که توافق و تلقی اراده های جانبین کافی نبوده، بلکه ایجاب می نماید که یک نوع رضایت جانب شکلیات، رضایت اراده جانبین و ابراز رضایت آنها با شکلیات خاصی صورت گیرد. مانند عقد ازدواج هست که اگر یک دختر با هم پسر می خواهند عقد ازدواج بکنند، باید شکلیاتی که گفتیم که شهود هست و همچنان در حقوق فامیل این مورد بحث شده هست،
باید او مشکلات باید در نظر گرفته شده، در غیر آن عقد اصلا صورت نگرفته است. تنها با ایجاب و قبول نمیتوانیم بگوییم که یک پسر و یک دختر با هم راضی هستند و توافق کردن، نه چنین شده نمیتواند، بلکه این عقود شکلی هست، نیاز به یک شکلیات خاصی دارد. عقود عینی عبارت از قراردادهایی است که در آنها برای انعقاد عقد بر علاوه موجودیت توافق و رضایت جانبین، تسلیم دهی شی یا موضوع قرارداد چی هست نیز شرط اساسی دانسته میشود. مانند عقد هبه است، عقد ودیعت است، عقد امانت و غیره. در اینجا تا زمانی که امو جنس امانت را به دست نگرفته است و جنس هبه شده را به دست نگرفته باشد، در این صورت عقد وقود عینی اصلا تکمیل نشده است، اصلا عقد صورت نگرفته است. به ادامه درس ها وقود را هم اگر نوعی دیگری از وقود داریم که به نام وقود انفرادی و وقود جمعی گفته می توانیم، یا و همچنان یک نوعی دیگری از وقود داریم، وقود تعاطی و وقود اذعان هست که هر کدام را تفصیلا بحث میکنیم. عقود انفرادی و عقود جمعی یا اجتماعی. عقود انفرادی عقود را گفته میشود که جانبین قرارداد را اشخاص انفرادی تشکیل، شخص انفرادی معمولا که هر کدام از آنها شخصا و یا بعدا وسیله ممثل خود و یا نماینده خود چه میکنند، عقد را سهم میشوند و عقد را انعقاد میکنند. عقود اجتماعی برعکس عقود عبارت از عقودی هست که برعکس عقود انفرادی عبارت از عقودی هست که در آنها هر دو طرف قرارداد و یا یک طرف از آنها یک گروپی از اشخاص را تشکیل میدهند که البته هر یکی از اعضای این گروپ فردا و شخصا در انعقاد اقسام نگرفته، بلکه یک توسط بعضی از آنها چی میکند به نمایندگی تمام گروپ و منعقد می شود که اما اثر و نتایج عقد به تمام اعضا چه می گیرد؟ ارتباط می گیرد. مثلا عقدی که بین دو شرکت سهامی و بین یک شخص و شرکت سهامی منعقد می گیرد از نوعی از عقود اجتماعی هست و عقود همچنان تعاطی و عقود عضوان را بگوییم که عقود تعاطی که آن را عقود متکی بر مباحثه و مناقشه یا آزاد نیز گویند، عقود تعاطی که در معامله خرید و فروش میان با هم مباحثه و بحث میکنند و در نهایت توافق جانبین صورت میگیرد و عقود عقد انعقاد میشود و کامل میشود. عبارت از عقودی هست که در آنها جانبین از آزادی و مساوات و تعاطی و مباحثه برخوردار هستند که هرگاه یکی از آنها بخواهد عقد را انجام بدهد یا مقابل جانب دیگر هم میتواند یا قبول بکند یا رد بکند. عقدی که بعد از مذاکره و مناقشه و مفاهمه با هم جمع شود آنها منعقد میگردد، مثلا عقد خرید و فروش گفته میده و عقود تعاطی میگویند، یعنی تعاطی به این ممنون معنا که هر دو جانبین عقد آزادی کامل دارند بعد از مباحثه و جر و بحث ها میتوانند عقد را یا منعقد کنند و یا همچنان عقد را رد بکنند. اما در عقود اذعان برعکس عقودی را گویند که در آنها این حق مباحثه و مناقشه آزاد موجود نیست، بلکه شرایط عقد به صورت یک جانبه توسط یکی از طرف قرارداد تعیین گردیده است و شرایط و جانب مقابل صرف میتواند آن را یا قبول کند یا رد کند. اصلا در اینجا مباحثه کردن میتواند، مانند عقد عقودی که با یک مؤسسه بیمه و یا یک مؤسسه حمل و نقل هوایی منعقد میکنیم که در صورتی که شما اینقدر پول را پرداخت کنین شما حق دارین، در غیر دو نمیتوانین، که از جمله این قبیل عقود به شمار میروان که عقود ما میدونیم اذعان بگوییم. اذعان به معنای خبر دادن هم هست که میتوانیم بگوییم جانب مقابل را صرف آگاه میسازد. اذعان به معنای آگاهی دهی هست، یعنی جانب مقابل را صرف آگاهی میدهد که این نوع قرارداد را با ما شما انجام میدهید یا نمیدهید. مثلا عقد بیمه را گفتیم که در جانب مقابل آزادی ندارد که بگوید شرایط و شرایط خود را بگذارد که به این شرایط ما عقد را انجام میدهم. در اینجا او جانب مقابل اصلا آزادی ندارد. به ادامه عقود و انواع عقود، یک نوع عقود لازم و عقود غیر لازم که یا او را عقود غیر لازم را جایز هم میگیم، عقد جایز هم میگیم، تقسیم بندی هست که عقود لازم و عقود غیر لازم
که عقد لازم عبارت از عقدی هست که هیچ کدام از طرفین نمیتواند مطابق میل خود هر وقتی که خواسته باشد عقد را چکند فسخ نماید، مگر صرف در بعضی موارد خاصی که قانون را تصریح کرده هست میتواند مانند عقد بیع و غیره. باید تذکر داد که در عقد لازم این امکان وجود دارد که در متن قرارداد حق فسخ دلخواه بر جانبین و یا یک طرف قرارداد داده شود که این نوع وقود را به نام وقود لازم خیاری یاد هم کردیم که یک جانب میتواند به یک جانب خیار بدهد و اختیار بدهد. وقود جایز برعکس آن وقودی هست که در آن یکی از طرفین قرارداد چه میکند هر وقتی که خواسته باشد میتواند عقد را فسخ نماید، مانند عقد وکالت هست، عقد متمادی غیر معین هست و غیره. وقود بعضا امکان دارد که یک عقد برای طرف قرارداد لازم و برای طرف دیگر چی باشد قرارداد عقد جایز باشد، مثلا عقد رهن هست. این عقد برای شخص راهن که است راهن دهنده همیشه یک عقد لازم هست، زیرا وی نمیتواند قبل از تادیه دین خیش شی مرهونه را چی کند به دست آورد را به دوباره به دست آورد. اما برخلاف از نگاه شخص مرتهن یعنی رهن گیرنده، عقد رهن همیشه یک عقد غیر لازم هست دانسته شده هست، زیرا که شخص مرتهن بدون حصول طلب خیش از مدیون هر وقت میتواند عقد رهن را فسخ نماید و هرگاه بخواهد عقد را فسخ کرده میتواند. و به می شکل محسنین عزیز انواع عقود ما تکمیل گردید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.